سلام بر دوستان و هواداران عزیز و همیشگی کانال 13، حالتون چطوره؟ آقا امروز با یه قسمت دیگه از سیر تا پیاز، یعنی همون سیر تا خیاره کانال 13 در خدمتتونیم. البته خیار که نه، این برنامه سیر تا هلوی بیش نیست برای خودش. هلو یا خیار، مسئله این است. حالا شاید با خودتون بگید چرا سیر تا هلو؟ آقا ما رفتیم با نویسنده صحبت کردیم، گفتیم بابا چنل ما رو کردی پادگان، مگه خانم‌ها دل ندارن که فقط درباره مرد هم می‌نویسیم؟ خلاص از اونجایی که خانمایی که ما می‌خوایم دربارش صحبت کنیم همه واسه خودشون هلوی هستن، نویسنده ما اسم این برنامه رو گذاشته سیر تا هلو. خب دیگه حالا بس دیگه از همین داستانا بگذریم بریم سراغ اصل موضوع. خب این هلویی که امروز می‌خوایم معرفی کنیم کراشه خیلی علل خصوص طرفدار سریال یاقی من جمله خود من است. دیگه فکر کنم قطعا فهمیدید کیو میگم. احسن، درست حد زدید. امروز می‌خوایم درباره طلا مطلع سریال یاقی صحبت کنیم که از حق نگذریم واقعا هم طلاست. اندازه طباطبایی 20 اردیبهشت 1362 توی یکی از مریض‌خونه‌های تهران دیده‌شو به جهان گشود. یعنی الان 39 سالشه ولی خدایی خیلی خوب مونده. معلومه به خودش خیلی میرسه. طناز واقعا هم طنازه و ماشاءالله بزنیم به تخته خوب چیزی هم هست، الحق و الانصاف. طناز طباطبایی لامصب چقدرم ته داره؟ طناز طباطبایی خانم طناز طباطبایی در محله نیاوران تهران متولد شده، بچه بالا مالا هم هست و به گفته خودش عاشق روانشناسی، انسان جسور و آینده نگری، منطق خاص خودشو داره و بر اساس منطق خیش عمل میکنه و زیاد اهل معاشرت نیست. طناز جان بسیار اهل خونه و خانواده است و مادر خودش رو خیلی دوست داره و به اون شدیداً وابسته است. یه خواهر کوچیک به اسم لیلا داره که حالا اون هیچ فعالیتی نداره، شغلش مترجم میزنه. پدر طناز تو عرصه تجارت آدم موفقی بوده و تو زمینه موسیقی هم فعالیت داره. دیگه از اون پدر با کلاسی همچین دختری به وجود میاد. طناز کارگردانی تئاتر خونده، با موسیقی هم آشنایت داره، گیتار میزنه، مدتی هم نقاشی میکرده و کم و بیش هم با پدرش تو عرصه تجارت فعالیت میکرده. ماشاءالله از هر انگشتش یک هنر میپاچه بیرون. طناز خانم بازیگری رو با شرکت تو کلاس‌های بازیگری شروع کرد که آقای نویسنده واقعا خوب شد گفت بهمون که با کلاس بازیگری، ولی ما فکر می‌کردیم مثلا کلاس یوگا یا پیلاتس شروع کرده. اولین تجربه‌اش هم تو سن 18 سالگی برای بازی تو فیلم جوانی سعید سلطانی در سال 80. طناز طباطبایی میگه که خانواده‌ای دارم که همیشه به من چند تا گزینه رو میدن و میگن انتخاب کن و هیچ وقت دست و پامو بر انجام کاری نمیبندن. انگار مثلا خانواده ما رو میبندن به صندلی کلت هم میزنن رو شقیقمون، میگن یه گزینه بیشتر نداری، یا انتخاب میکنه یا تیغ میزنن میکشن. طناز میگه که پدرم به من میگفته دوست ندارم از کوچه بازار بازیگر شی، دوست دارم تحصیلات آکادمیک داشته باشی، به خاطر همینم تصمیم گرفتم برم دانشگاه کارگردانی بخونم. خانم طباطبایی میگه که دوستان اندک و گزیده‌ای داره و در اوقات فراغتش به گالری عکس و نقاشی میره، فیلم نگاه میکنه، کتاب میخونه. من نمیدونم با این روی لطیف چطوری تونستی شیما رو بکشی آخه. طناز درباره حساسیتش تو انتخاب لباس هم میگه مهمترین نکته راحتی با اون لباسه. من هیچ وقت ترخواستی نداشتم و طرفدار سادگی هم. من برخلاف خیلی ها برندباز و اهل این داستان ها نیستم، خیلی ساده لباس میپوشم، فقط یه جوریه که بتونم مدت زیادی از اون استفاده کنم برام مهمه. والا تو یاقی پول لباست اندازه بیشتر پول خون همه ما بود. خب بگذاریم، ما که اصول نیستیم، ولی خب یک نقد اینجا گفتیم وارد کنیم. ایشون میگه که اصلا به ازدواج فکر نمیکنم و اگه فرزندی هم داشته باشم بیشتر از خودم دوستش ندارم، به شدت از پیر شدن میترسه و دوست داره همیشه جوان و شاداب باشه. خانم طباطبایی معتقده برای محکم و تثبیت شدن در بازیگری باید آهسته قدم برداشت. ایشون هم میگن معیار انتخاب نقشم تو فیلم و سریال ها ویژه بودن کاراکتره. آقا من یادم تو تن تن شما نقش سگ رو بازی میکردید، نقش سگ برای شما کاراکتر ویژه ای هست؟ خانم طباطبایی بیشتر به سینما هم علاقه داره و عاشق پرده نقره‌ای و معتقده نقش مقابل تاثیر زیادی روش داره و هر وقت مقابل بازیگر کاربلد بازی میکنه انرژی زیادی بهش منتقل میشه. ایشون میگه کسایی که برای کارشون تلاش میکنن معمولا نسبت به کارشون غیرت دارن و من چون نسبت به کارم غیرت دارم خودمو نقد نمیکنم و این نقد و بررسی ها رو به دیگران واگذار میکنم. طناز خانم میگه به هیچ تجربه جز بازیگری فکر نمیکنه، معتقده یک کار رو انجام بده ولی دوستش داشته باشه و چون یک آدم کمالگراست از انجام کارهای نصف و نیمه هم خوشش نمیاد. میوه ممنوعه، کلا قرمزی، شاهگوش، ساکن طبقه وسط، ویلایا و از جمله شاهکارهای خانم طباطبایی. ایشون تو سال 88 اولین تندیس نقش مکمل زن از جشنواره منتقدان سینما را برای فیلم صداها دریافت کرد و در فیلم مرهم به بهترین نقش توانایی خودش را نشون داد و با سریال پرانتز باز نامزد جایزه بهترین بازیگر کمدی تلویزیون شد. طناز کمدی کارم بوده، حالا ما نمیدونستیم.
ایشون با بازی درخشانش تو فیلم هیس دختر رو فریاد نمیزنن تو سال 93 برنده لوح تقدیر و جوایز از جشنواره بین المللی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول هم شد. جدا از اینا یادم یکی اومد بهم گفت آقا بابای ما زیر پست تنها طباطبایی کامنت گذاشته بود، زبانم از این همه زیبایی قاصر، اسکرین شات گرفتم فرستادم برای مامانم. هیچ دیگه از اون روز به بعد همه جای بابام الان دیگه قاصر. جدیدترین کار تئاتر تنداز طباطبایی هم کنسرت نمایش 300 بود، کاری از سهراب پورناظری به کارگردانی امیر جدیدی که از یک تیر 401 تو کاخ سعدآباد رفت روی صحنه. توی نمایش بازیگرای مطرحی مثل بانو طباطبایی، جواد عزتی، مهران غفوریان هم بازی کردن. 300 بر اساس نوشته از ریبرت بری طراحی و تدوین شده بود و به موضوع کتابسوزی و نسل کشی مغول‌ها تو نیشابور پرداخته بود. فیلم خورشید و سریال یاغی هم از جدیدترین کارهای بانو تنداز طباطبایی که توی این فیلم هم مثل بقیه فیلماش درخشید و به زبان خودمونی ترکونده. توی فیلم خورشید خود رولا ساشماش ریخته بود وقتی فهمید قرار جلو تنداز طباطبایی بازی کنه. البته ناگفته نمونه این خانم بازیگر موضوعات زیادی هم در پی داشته، از قهر به عنوان سیدی تا خبر حامل شدنش که بعد از مدت‌ها تکذیب شده این داستان. و در حال حاضر هم یکی از معرکه‌ترین سریال‌ها که با بازی این خانم هنرمند در حال پخش یاغی محمد کارت. آقا گفتم یاغی یادم افتاد، تو رو خدا با 4 تا استخون و یه ملاقه خون و یه روکش نرید تتو یاغی بزنید، زشته این کارو. بله خب جیگر کانال سیزن، مرسی که تا این لحظه همراهمون بودید و این ویدیو رو تماشا کردید، به انتهاش رسیدیم. حتما نظرات خودتون برام کامنت کنید، زنگوله رو بزنید، لایک و سابسکرایب رو هم بکنید دیگه، بزنید که ما رو داشته باشید، جز اول نفرهایی باشید که همراه ما میشید و ویدیوی ما رو میبینید. تا برنامه بعدی سرتون تو کوچه همسایه نباشه، تو کوچه سعدی همسایه نزنید، مراقب گلدون اطلسی هم باشید. تا برنامه دیگر درود و 200 بدرود.